20,000 پور با کسب 256 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع تونست اعتماد نمایندگان مجلس رو به خودش جلب کنه و وزیر ارتباطات و فناوری دولت 13 بشه. زارپور متولد سال 1359 شهرستان اسلام آباد غربه و تونسته کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، گرایش نرم افزار رو از دانشگاه صنعتی شریف، دکترای علوم مهندسی کامپیوترش رو از دانشگاه نیو ساوت ولز استرالیا و دوره پسا دکتراش هم تو دانشگاه نیو ساوت ولز استرالیا و صنعتی شریف گذرونده. جانشین آذری جهرومی قبل از اینکه به عنوان وزیر ICT دولت 13 انتخاب بشه، ریاست مرکز توسعه فناوری و اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رو بر عهده داشته و مشاور وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت تو حوزه IT تو دولت‌های 9 و 10 بوده. آخرین سمت زارپور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بوده. وزیر جدید ارتباطات برنامه‌های مختلفی برای توسعه حوزه ICT در نظر گرفته که از جمله مهمترین اونها میشه به جبران عقب افتادگی‌ها و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات در 4 سال مدیریتش بر وزارت ICT، ایجاد فضای مجازی در تراز انقلاب اسلامی با کمک جوانان، هدف گذاری برای دستیابی به سهم 10% از اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی در افق 1404 و الکترونیکی کردن کامل خدمات پرکاربرد دولتی و ارائه خدمات به صورت یکپارچه اشاره کرد. تو جریان بحث‌های نماینده‌های مجلس برای رأی اعتماد، مجتبی محفوظی نماینده آبادان جوان بودن زارپور رو یه امتیاز محسوب کرده بود که با تحصیلات مرتبط میتونه باعث رشد حوزه ICT بشه. اما از طرف دیگه غنی نظری نماینده خلخال معتقد بود که عیسی زارپور توانایی اداره وزارت ارتباطات رو نداره. یکی از انتقادهایی که نمایندگان مجلس در طول بررسی برنامه‌های زارپور اعلام کرده بودن، عدم ارائه نظر شفاف در مورد طرح پرسر و صدای سیانت از کاربران در فضای مجازی بود. زارپور تنها به این نکته در دفاع از برنامه‌هایش برای فضای مجازی اشاره کرد که فناوری شمشیری دولب است و فرصت‌ها و تهدیداتی دارد. زارپور در حالی به عنوان هفتمین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات انتخاب شده که هیچ فعالیتی در هیچ کدام از شبکه‌های اجتماعی ندارد.